سلام، من نیوشا مدبر هستم. به کانال من خوش اومدین، البته به کانال خودتون خوش اومدین. رفتم یه جفت جورابم آوردم، جورابم بپوشم. ساعت الان 11:10 است و من میخوام ساعت 11:45 از خونه بزنم بیرون. امتحان زبان ترکی دارم امروز. بله، جورابم هم پوشیدم. خدمتتون عرض کنم که کول پشتیمم آماده کردم، یه کاپشن نازکم گذاشتم اینجا. حالا معلوم نیست ورش دارم با خودم یا نه، ولی من امروز امتحان زبان ترکی دارم در لول B1. یعنی این B1 رو که من بگذرونم وارد B2 میشم، که فعلا قصد ندارم B2 رو ثبت نام کنم، چون که در واقع B1 و وقتی شما میگذرونین تقریبا تمام گرامرها رو یاد گرفتین و دیگه خیلی راحت میتونین صحبت کنین. به همین خاطر من تصمیم دارم که فعلا B2 رو نرم و از یاد گرفته هام در مکالماتم استفاده کنم، ببینم چندم تا ببینیم که چی پیش میاد. البته توی این فاصله یه کلاس کنوشما، یعنی یه کلاس مکالمه برای ما گذاشتن که حدوداً 20 روز آینده این کلاس شروع میشه و اون کلاس رو من شرکت کردم، چون که خب به هر حال با صحبت کردن و تمرینه که ما میتونیم زبانمون رو تقویت کنیم. حالا که به اینجا رسیدم میخوام بهتون یه چیزی رو توضیح بدم. خیلیاتون میان از من میپرسین که تو چطوری زبان ترکی رو یاد گرفتی؟ خب این به این برمیگرده که من وقتی که وارد ترکیه شدم کلن ترکی بلد نبودم، ولی خب خیلی از قبلم تردد داشتم به ترکیه، یعنی گوشم با زبان ترکی آشنا بود. و وقتی که وارد ترکیه شدم، حالا طی جریاناتی که زندگی من داشت، اطراف من آدمای ترک قرار گرفتن، یعنی ایرانی نبود، یعنی اگرم بود یه دونه بود، دوتا بود که اونم دائم نمیدیدمشون و من مجبور بودم که با ترک ها صحبت کنم. خب اونا انگلیسی هم اونقدر اونایی که دور بر من بودن نمیدونستن و من مجبور بودم که در اسرع وقت در واقع ترکی صحبت کردن رو یاد بگیرم، چون اطراف من فقط اینا بودن. این شد که من 10 روزه در واقع خیلی زیاد به قول خود اینا 10 روزه من ترکی حرف زدم و دیگه زبونم باز شد، یعنی دیگه رو غلطک افتادم. و حالا این 10 روز رو چطوری گذروندم بهتون بگم. مثلا مصطفی با من صحبت میکرد، من میزدم تو ترنسلیت میکردم، خب اینو تو ذهنم میسپردم و یاد میگرفتم. یعنی فقط با ترنسلیت من تو 10 روز تونستم را بندازم زبان ترکیمو، یعنی استارتشو بزنم. بعد از اونم در واقع همچنان به همون روند ادامه دادم و با توجه به اینکه همینطور که گفتم ایرانی دوروبرم نبود و رفت آمدم با ترکا بود، مجبور بودم که بیشتر و بیشتر ترکی رو یاد بگیرم. و من دیگه مثلا طی چند ماه خیلی خوب داشتم صحبت میکردم، صحبت های عامیانه و معمولی رو، نه به صورت تخصصی، ولی خب جاهایی هم میشد که مثلا من مجبور میشدم در حین صحبت کردن یه کلمه رو کم میآوردم، مثلا تو گوگل میزدم ترجمه کردم. همین الانشم من دوچاره این مشکل هستم، مثلا یهو میبینی یه صحبتی داری میکنی، یه بحثی داری میکنی، یه سری کلمات کم میاری، مجبوری که از ترنسلیت و این چیزا استفاده کنی. ولی خب اون موقع یعنی تمام فوکوس من این بود که اینا وقتی حرف میزدن من لبای اینا رو نگاه میکردم که چجوری کلمات رو ادا میکنن، کلمات رو تو ذهنم بسپرم، هی تو ترنسلیت میزدم کلمات رو در بیارم. تا اینکه بعد از چند ماه دیگه من رو غلطک افتاده بودم، کامل حرف میزدم دیگه. و همچنان این روند ادامه داشت تا 1 سال و چند ماه. بعد 1 سال و چند ماه هر کس که منو میدید خب میگفتش که مثلا چند وقت ترکی صحبت میکنی؟ میگفتم مثلا 1 سال و خورده ای. خیلی خوبه برای 1 سال و خورده ای. و
به نظر خودم هم خیلی خوبه، چون که همینطور که دارم کلاس میرم هم کلاسیامو دارم میبینم که شاید مثلا گرامر از من بیشتر بلدن ولی نمیتونن صحبت کنن یا صحبت نمیکنن. البته اینجا یه پرانتز باید باز کنم بگم که به اعتماد به نفس آدمم برمیگرده. خیلی ها اعتماد به نفس صحبت کردن به یک زبان دیگر رو ندارن. خیلی ها مثلا دارن، مثل من. من یادمه اولین زبانی که بعد از فارسی توی زندگیم یاد گرفتم، قبل از این بود که توی مدرسه به ما انگلیسی یاد بدن، زبان روسی بود. ما اونجا زندگی میکردیم و اطراف من ایرانی نبود که همبازی من باشه، همبازی های من روس بودن و دقیقا یادمه که من مجبور بودم برم با اینا حرف بزنم و روسی بلد نبودم. رفتم با زبون بی زبونی هم گفتم من نیوشا، تو، یعنی اینطوری. اونا باعث شدن که استارت زبان روسی من خورده شد و زبان روسی رو هم اینجوری تو محیط یاد گرفتم. یعنی یه سابقه این مدلی هم دارم که یه زبان دیگه ای رو هم تو محیط یاد گرفته باشم. و برگردیم به بخش ترکیه. این میشه که تو ترکیه دیگه مثلا اینجوری بود که من وقتی صحبت میکردم مثلا یه جاهای افعال و اشتباه میگفتم. مثلا اشتباه به چه صورت؟ مثلا چون صرف افعال و گرامر رو نمیدونستم قاطی میکردم. مثلا میگفتم من رفتیم، مثلا در صورتی که میدونستم رفتم باید بگم، اما اون لحظه مثلا به ذهنم نمیومد چون گرامر رو بلد نبودم. و من فهمیدم که خب ضعف من گرامره، بنابراین من باید برم گرامر یاد بگیرم که بتونم با این صحبتهایی که در طی روز دارم اونو تلفیق کنم و از توش یه زبان کاملتری رو در بیارم. و این شد که من کلاس زبان ثبت نام کردم. و این کلاس زبان حقیقت بخوام بهتون بگم برای من، برای مکالمه کردن من هیچ تأثیری نداشت. یعنی به نظرم این مؤسسات و این آکادمیک رفتن ها بیشتر به خاطر این نامه نگاری و نوشتن و خوندن و نمیدونم مدرک داشتن و یا برای کسی که مثلا دانشگاه میخواد بره و اینا خیلی موثره، ولی برای کسی که میخواد مکالمه یاد بگیره فقط این پوان مثبت رو داره که تو میتونی، خب اوکی، گرامر رو ندونی خب قاعدتا نمیتونی صحبت کنی دیگه، تو میری اون گرامر رو یاد میگیری که در مکالماتت به کار ببری. الان من مثلا نوشتاریم و اینا ممکنه خیلی مشکل داشته باشم ولی اصلا اهمیت نمیدم چون مکالمه برام مهمه و سعی میکنم که مثلا در صحبتام اون گرامرایی که توی کلاس یاد گرفتم رو به کار ببرم. خب خیلی هم کار سختیه چون تو میخوای با طرف در حال صحبت کردنی و میخوای خیلی سریع جواب بدی، تو زمان فکر کردن نداری. به همین خاطر در مثلا زمانایی که من خودم تنها مثلا تو ذهن خودم سعی میکنم یه سری جمله ها رو بیارم با گرامرایی که یاد گرفتم، مثلا که بعد همین جمله‌ای که مثلا تو ذهنم آوردم یه جا به کار میبرم که مطمئن بشم درست بوده یا غلطه. مثلا به نظرم بنابراین این کلاس ها و اینایی که ما میریم فقط برای گرامر دونستن به ما کمک میکنه و برای مکالمه تنها راه اصلی اینه که شما مکالمه کنید. اونم چی؟ اونم با کسی که اصلا فارسی بلد نیست، یعنی با کسی که ترکه، اساسا هیچ فارسی رو نمیدونه، بشینی صحبت کنی، خودتو به چالش بندازی و اونقدر پرکتیک کنی که بتونی دیگه کلماتو تو ذهنت حفظ کنی، از بر کنی. یه چیز دیگه ای که هست برمیگرده به لهجه. ببین لهجه خب به هر حال خیلی متفاوته و سخته، مخصوصا برای مایی که مثلا توی ایران ترکی بلد نبودیم. حالا الان خیلی ها میان ممکنه بگین تو ترکی، ببین به من پدرم ترک خراسانه و هیچ وقت با ما ترکی حرف نزده بود و من هیچ وقت ترکی بلد نبودم و بنابراین شاید اصالتم
برگرده به ترک، ولی من هیچ زبان ترکی رو نمیدونستم. بنابراین برمیگردیم به لهجه ترک‌ها که لهجه خیلی سختیه برای ما ایرانی ها، مخصوصا که یه سری حروف دارن که اون حروف ادا کردنش برای ما خیلی سخته و یواش یواش من دارم سعی میکنم که اونا رو هم تو مکالمه هام مثلا رعایت کنم، چون لهجه واقعا سخته و چی میگن از دستت میپره، چون نمیشه به همین راحتی لهجت رو مثلا تبدیل کنی به لهجه ترک، شاید سالها زمان ببره و به نظرم خیلی مهم نیست، یعنی حداقل تا چند سال اول خیلی مهم نیست، ولی بعد از چند سال دیگه ناخودآگاه انقدر گوش آدم میشنوه که اونو درست ادا میکنه. مثلا من خودم نگاه میکنم یه سری کلمات هست که من انقدر مثلا در زندگیم به کار بردم، مثل کتو، مثلا من قبلا اینو میگفتم کتو، اما الان درست کتو میگم، یعنی مثل خودشون میگم، به خاطر اینکه انقدر اینو به کار بردم دیگه این ملکه ذهنم شده که چجوری این حروفو ادا کنم. بنابراین لهجه به نظرم زمان میبره، اون گرامرها رو که یاد گرفتیم جایگزین کنیم توی مکالماتمون زمان میبره. و یه چیز مهمی که تو باید رو خودت کار کنی اینه که آقا اعتماد به نفس صحبت کردن رو به خودت بده، این باعث میشه که تو زبانت را بیفته، این مهمترین گزینه است. یعنی تو حتی اگه مثلا من آدمی رو داشتم که انگلیسی بلد بوده، از من بیشتر بلد بوده، بعد رفته بودیم مثلا مسافرت، مامانم انگلیسی بلد بوده، ما رفتیم مثلا دبی با هم دیگه، بعد خودش جمله رو نمیگه، در گوش من میگه اینجوری بگو، خب من اینو دارم ادا میکنم، خب تو چرا خودت نمیگی؟ میدونی این همون اعتماد به نفسیه که ما درباره زبان میگیم. باید اعتماد به نفس صحبت کردن و اول از همه به خودت بدی و نترسی و خجالت نکشی از صحبت کردن. ببین روزای اولی که من اومده بودم حرف میزدم، خب به هر حال ما خارجیم، اولا که لهجمون لهجه خاصیه، اینا براشون شیرین میاد و مثلا لبخند میزنن و مثلا یکی اگه خجالت بکشه از خنده اونا و اینا دیگه حرف نمیزنه. ولی من روزای اول که اومده بودم مثلا حرف میزدم، اینا یه جوری کلمه های منو مثلا دوباره تکرار میکردن، میخندیدن، ولی خب منم باشون میخندیدم و مثلا کیف میکردم، به خاطر اینکه من یه زبان جدیدی رو من دارم صحبت میکنم و این برای اینا انقدر شیرین میاد. همچنان الان هم همینطوره، یعنی مثلا یه وقتایی من یه چیزایی میگم مصطفی مثلا انقدر ذوق میکنه خوشش میاد، یا اصلا برعکس من تو ولاگام به مصطفی فارسی میگم تو صحبت کن، وقتی که حرف میزنه من خیلی خوشم میاد. پس اینو نباید مبنای این قرار بدیم که چون اونا میخندن بدشون میاد یا مثلا دارن ما رو مسخره میکنن، نه، از خوش اومدن زیاده. به نظر من یکی از دوستام تعریف میکرد، میگفت من اومدم ترکی حرف بزنم، بعد یهو ترکی گفت مثلا خیلی خوب حرف نزدم، بعد ترکی گفت ها خب، گفت من از اون موقع دیگه حرف نزدم. یعنی چی؟ خب بگه، نفهمیده تو چرا اینجوری باید نگاه کنی به قضیه، میدونی؟ یعنی نه خجالت بکشین، نه اعتماد به نفستون پایین باشه، تو داری یه زبانی رو از اول یاد میگیری، بنابراین خجالت نداره، این تنها چیزیه که میتونه تو رو نجات بده. خجالت نکش و اعتماد به نفستو بالا ببر و صحبت کن، حتی به غلط صحبت کن، چون تا اگه وقتی غلط صحبت کنی اشتباهاتتو میفهمی و میتونی اصلاحش کنی و درستشون کنی. خلاصه که با همین مثلا اندازه منم زبان بلد باشین، الان مثلا من به اندازه لول B2 صحبت میکنم، حالا ممکنه یه جاهایی مثلا گرامر کم بیارم یا یه لغت تخصصی و کم بیارم و اینا، ولی در مجموع به راحتی مثلا اینجا تنهایی میتونم از پس خودم بر بیام، در این حد زبان بلدم، یا حتی مثلا بشینم جایی برای حتی کاری برم صحبت کنم، بشینم نمیدونم با یکی بحث کنم، در این حد من زبانو میدونم. نگاه نکنین هی میام میگم
زبانم کمه زبانم کمه، به خاطر اینکه من همیشه اون زیاده رو میخوام و برای اون زیاده تلاش میکنم. بعد بنابراین پیشنهاد منم به شما اینه، با آدم های ترک معاشرت کنید که بتونید باهاشون صحبت کنید و زبانتون رو قوی کنید. مثلا من ایرانیایی رو الان دارم تو کلاسمون میبینم که مثلا چند سال اینجا ترکی حرف نمیزنه و بلد نیست. چرا؟ چون همش توی دایره اطرافش ایرانیا بودن و همش فارسی حرف زده و همچنان توی کشوری که زندگی میکنه زبانشو بلد نیست. این خیلی بده. تو دیگه مهاجرت کردی، تو دیگه اومدی ترکیه یا هر کشور دیگه ای، باید زبون اون کشور رو یاد بگیری. اگه یاد نگیری خیلی عقب میافتی. این از ما، این از گفتن ما. ساعت 11:30 شد و من حاضرشم و بند و بساطم رو جمع کنم و یه 10 دقیقه رب دیگه برم سمت کلاسم، آخرین جلسه کلاس و امتحان. یعنی کلاس که نداریم، ساعت 1 میرسم اونجا امتحانم رو بدم و امیدوارم که امتحانم رو خوب بدم. البته به مهناز گفتم خیلی بخونم، میخوام تقلبم بکنم. آقا من تو کتبی، تو امتحان کتبی بدم، خیلی بیدقتم. بعد مشورتی بزنیم بهتره. ببین این مدرکی که در واقع این کلاس ما بهمون میده، کلاس های ایسمک، مدرکاش بین المللیه و مدرک زبانی هم که میده، خب مدرکی که میتونی باهاش حتی کار کنی، کار بگیری و اینا. و به شما پیشنهاد میکنم اگر ترکیه هستین و اقامت ترکیه رو دارید، شما هم از کلاس های ایسمک شهرداری گذاشته و رایگان هستش استفاده کنید. نه فقط کلاس زبان، کلاس مثلا موزیک، نمیدونم نقاشی و همه چی، نمیدونم نجاری، آشپزی، همه چی داره، همه اینا رو میتونین استفاده کنی. ولی خب من از زبان استفاده کردم و برام خوب بوده، بد نبوده. به شما پیشنهاد میکنم و مدرکش هم مدرک به درد بخوریه در نهایت براتون. و همین دیگه، چقدر حرف زدم. من برم و امیدوارم که روز قشنگی داشته باشین. ضمن این که ازتون خواهش میکنم اگر که ویدیومو دوست داشتین لایک کنید حتما، یادتون نره، چون میدونید که این لایک ها برای ما خیلی با ارزشه. خیلی یه عده میان میگن که تو چرا کار نمی کنی، برو کار کن. خب من دارم کار میکنم. یعنی به نظر شما، منی که مثلا بازیگر بودم، شغلم با دوربین و اینا بوده، الان دارم یوتیوبری میکنم، حق من نیست؟ حقمه دیگه. خب پس چون اینجا هم کارم با دوربینه دیگه، بنابراین منو لطفا حمایت کنین تا کانالم یه مقدار بالا بره و به تلاشام بی ثمر نمونه. ویدیوهامو اگه دوست داشتین برای دوستاتون بفرستین، مخصوصا برای دوستایی که ترکیه‌ن و ممکنه ویدیو من به کارشون بیاد. خیلی دوستتون دارم، مرسی که با من همراهید. خب من در رابطه با زبان و امتحان و اینا بهتون توضیح دادم. حالا امتحان ما الان تموم شده، به درخواست دوستان که اصل کاریش مهناز بود، میگه ولاگو ادامه بده که ما توضیح بدیم زبانمون و امتحانمون رو چطور دادیم. من که امتحانم رو خوب دادم، خدا رو شکر. از بس خوندی مادر؟ نخوندم، اصلا نخوندم. یعنی اول کلاس استاد برگشت گفتش که چی؟ نمیخوای بگی تو بلاگ؟ نه بگو. گفت نیم شاده ای با هم کنی مهناز کنی. اینو میگو. من گفتم دوت مارد شد. این گفت چرا این نفس ما داشتیم صحبت دیگه میکردیم، بعضی یه سوال میپرسیدم، مشورت میکردم، بعد گفتیش که با مشورت مهناز با هم میزنی. گفتیم نه. و مهناز گفت نه، میدونین دمت وارد شد، ما داشتیم فارسی راجع به اومدن دمت حرف میزدیم. بعد هیچی دیگه، خلاصه که ولی در مجموع من از رو مهناز نتونستم زیاد نگاه کنم، دو صفحه اول خودم زدم همش و آسون بود، سخت نبود، به نظر من خوب بود. هرچی بود من پسش بر می اومدم، من پسش بر اومدم. فرزانه صبح یه جا دیگه امتحان داده، 100 گرفته. از 100 100 گرفته. یعنی ببین دیگه این چیه؟ چی هستن؟
خلاصه که ما اینجا ولاگو به اتمام برسونیم. به من گفت باز کن من تو ولاگ حرف بزنم. خودش تو مگه نمیگی میخوام تو ولاگ حرف بزنم؟ بیا حرف بزنم. غیبت هایی که در مورد همیشه سر کلاس میکردی و میگفتم بهش. خب در مورد همیشه غیبت میکردی؟ آره دیگه استاد برگشت گفتش که شغلمونه. آره در مورد کی حرف میزنی؟ میگفتیم بیا میگفتیم در مورد انوشه حرف میزنی. خب استاد هر دفعه میپرسید میگفتش که کسی که داری در موردش صحبت میکنی یابانجی دیر؟ میگفتیم نه. بعد میگفتش امروز هم تو کلاس نیست؟ میگفتیم نه. دیدی خودو نبود که دیگه بچا گویا راجع به انوشه خیلی صحبت میکردن، غیبت میکردن، دارن جلسه آخر بوده بهش اعتراف میکنن. میدونی چرا؟ انوشه یه ذره سر کلاس سوال زیاد میپرسیده، احتمالا به خاطر اون میرفته رو مخ اینا. خب من اینا خیلی آره اینا خیلی دیگه شلوغ میکنن. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مرسی که با من همراهی، خیلی دوستتون دارم. بای بای.